بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، به مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نشست دو روزه میان طالبان و سیاسیون افغان در مسکو. مخالفت جمهوری خواهان امریکا با خروج نیروهای آنان از افغانستان. و جان باختن 40 تن در آتش سوزی در پاریس پایتخت فرانسه. این هم مشروع خبرها. من اسمت الله احمد زی هستم. نشست دو روزه میان طالبان و سیاسون افغان در مسکو آغاز شد. طالبان در این نشست تأکید نمودند که خواهان انحصار قدرت نیستند و قانون اساسی افغانستان قابل باور نیست. طالبان میگویند آجندایشان خارجی نیست و خواهان ایجاد یک نظام در افغانستان هستند که حقوق همه در آن محفوظ باشد. با این حال سیاسون افغان بر مذاکرات بین الافغانی تأکید نمودند، اما هشدار آنها این بود که زمان حکومت‌های استبدادی و میراثی پایان یافته است. به گفته سیاسون افغان، نظام با خون مردم ایجاد شده اما به خاطر اصلاح آن از کس جلوگیری نمی‌کند. مسکو به روز سه‌شنبه میزبان نشست طالبان و سیاسون افغان بود. بعد از 17 سال جنگ این اولین نشست تاریخی دانسته می شود که طالبان و سیاسون افغان در حضور رسانه ها به میز مذاکرات حاضر شدند و در مورد صلح بحث می کنند. نمایندگان طالبان در قطر گفت امارات اسلامی بعد از پایان یافتن اشغال در فکر انحصار قدرت نیستند و می خواهند با مشوره با تمام افغان ها یک نظام اسلامی افغان شمول ایجاد نمایند. به گفته عباس استانگزی، جنگ بر امارات اسلامی تحمیل شد و حکومت آنها در آن از بین رفته است. دخپل هواد آزادی غشتل او حل دخپل ولس د عقیده مطابق اسلامی نظام جوړول په هیڅ قانون کې ترهګری نشي ګڼل کېدای. وړووای چې موږ خارجي اجنډا نه لرو. اسلامی امارات له همغه پیل څخه عملا ثابته کړې چې په نورو هیوادونو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. همدار از بل چاته هم اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د گاونډیو هیوادونو په ګډون د نورو هیوادونو په خلاف استعمال. زموږ ترجیح دا ده چې د افغانستان مسئله له سوله ییزې لارې حل کړو. طالبان در این نشست تحریم های لست سیاه و نگهداری زندانیان را موانع بزرگ در برابر صلح یاد می کند. به گفته یونس قانونی، عضو حزب جمعیت اسلامی، نظام به خون مردم ایجاد شده اما از اصلاحات حمایت می کند. وی می افزاید مشکلات را نمی بیند که آنها با طالبان در مورد آن به توافق نرسد. پیشنهاد می کنم به همه هزار گرامی که امروز بین به حیث افغان ها، به حیث مجاهدین، به حیث شخصیت ها و مسئولین افغانستان، از مردم افغانستان به این تصمیم برسیم که قبل از اینکه به توافق جامعی دست پیدا بکنیم ما مجلس خود به پایان نبریم. من پیشنهاد ما است که این نظیم مجلس ما شما یک تصمیم بگیریم که به طرف آتش بس بدیم. اولین کار اینی میره بکنیم که دیگه آتش بس بدیم. چی حال حکومت به این پروسه میپیمدن نمیپیمدن باید ما شما آتش بس سرش کار کنیم. رئیس جمهور پیشین که از افراد پیشتاز این نشست یاد می شود گفت صلح در دست افغان ها است و اگر افغان ها اقدام نماید صلح از سوی دیگران بالایشان تحمیل شدن نمی تواند. حامد کرزی در صحبت های خود بر مذاکرات بین الافغانی تاکید نمود اما خواهان کمک های پاکستان، ایران، چین و روسیه شدند. جمهوری خواهان در کنگرس امریکا طرفدار خروج نیروها از افغانستان نیستند. سناتوران امریکایی تأکید می کنند که ترامپ باید به داعش و القاعده در افغانستان و سوریه به نظر کم نبیند. در این حال قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از مذاکرات جاری صلح حمایت نموده و به نتایج مثبت امیدواری نشان داده است. جنجال کنگرس و قصر سفید در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه. مجلس سنای امریکا طرح دونالد ترامپ که نیروهای خود را به زودی از افغانستان و سوریه بیرون می کند رد کرد. میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری خواهان در سنا می گوید ترامپ باید فعالیت های داعش و القاعده را در افغانستان و سوریه به دیده کم نبیند.
فعالیت های داعش و القاعده باید فراموش نشود. آنها هنوز هم کنترل زیاد منطقه را در دست خود دارند. اگر نیروهای آمریکایی از این کشور بیرون شوند، گروه های افراطی منظم خواهند شد و منطقه را دوباره ناامن خواهند ساخت. مشان جرگه امریکا بعد از آن با پیشنهاد ترامپ مخالفت کرد که ترامپ چند روز قبل در مورد خروج نیروهای امریکایی فیصله قاطع انجام داد. ما جنگ طولانی کردیم و من فکر میکنم که همه خسته شدند. ما باید از این جنگ به نتیجه بیرون شویم و نیروهای خود را به کشور خود برگردانیم. ما پلیس جهان نیستیم و نمیخواهیم که میلیون ها دلار مصرف کنیم. با این حال قماندان جنگ ناتو در افغانستان که از جنگ در افغانستان خسته به نظر میرسد، باور دارد که جنگ برنده ندارد و مذاکرات صلح حتما نتیجه میدهد. من فکر میکنم که این مذاکرات نتیجه مثبت خواهد داد. من در رابطه با این جنگ چند قبل نیز صحبت کردم. این جنگی است که هیچ طرف آن برنده نیست. ما اکنون به یک راه حل سیاسی نیاز داریم. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی آمریکایی در افغانستان وجود دارند که مسئولیت جنگ مستقیم آنها که وظیفه مشوره و حمایت آن زیاد است. کمیسیون انتخابات نتوانست که لیست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را مطابق جدول زمانی اعلان نماید. کمیسیون انتخابات میگوید که وزارت امور خارجه و بعضی ادارات دیگر عاملان تأخیر لیست است و به خاطر که به کمیسیون معلومات نداده است. از سوی دیگر فیفا انتقاد میکند که کمیسیون در این بخش بدون پلان پیش رفته و اسناد کاندیدان را نیز در عدم موجودیت نهادهای نظارت کننده بررسی کرده است. بعضی منابع میگویند تا حال تنها اسناد 6 تن از کاندیدان تکمیل شده است. سه زند او خند را منسکر یغه داده چی زیرفت ورگانونه په وخت و زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون ته معلومات ندی ورکړي، خصوصا د بهرنیو چارو وزارت چی موږ د یو تعداد احتمالی نوماندان چی ریاست جمهوری ته د نوماند کېدو اراده لري، دوی زمور د دوی په اړه د دوه تابعیته چې دوی دوه تابعیت لري که تنها د افغانستان تابعیت لري تر اوسه موږ ته غونډ معلومات نه دي رسولي. در هر دو طرف خط دیورند بر ضد دولت پاکستان تظاهرات آغاز شد. دولت پاکستان در این تظاهرات مورد انتقادات شدید قرار گرفت که به خاطر منافع خود بالای خون و پشتونها تجارت آغاز کرده است. مظاهره کنندگان دولت پاکستان را به نسل کشی پشتونها متهم ساخت و هشدار دادند که با قاتلان پشتونها حتما حساب خواهند کرد. شان و قاتلان مشت معلوم دی، بس داد از موج مقصد دی، قاتل معلوم اول او بیالا قاتل خپل پور خپل حساب گشتر، دا مو مقصد دی، دا مقصد و پرمخلو دا دا ارمان و دا زمان و دا استاس و دناس دا طول اولست دی. بنگالیان و لبه پروفیسران وجل، لیکوالان بے ولا وجل، شاعران بے ولا وجل، ہر اغا انسان ولا وجلو چکم لگم سوچ لرنو ویخو سیاسی روزن ایشوی و ہر اغا انسان، ہر اغا خزا، ہر اغا زوان، ہر اغا مشر ولا وجلو. برای دومین روز نیز جنازه غیابانه و فاتحه آرمان لونه در افغانستان ادا شد. در ولایات مختلف به حمایت از جنبش نجات پشتونها از جهانیان خواسته شد که صدای پشتونهای آن سوی خط دیورن را بشنوند و برای پاکستان فشار وارد کند که حقوق آنها را بدهد. مظاهره کنندگان دولت پاکستان را قاتل پشتونها یاد کرد و تاکید نمود که پاکستان را باید از این عمل منصرف سازد. فساد در وزارت دفاع ملی سبب افزایش تلفات سربازان افغان شده است. مقامات میگویند در کنار ایجاد سیستم و محاسبه در وزارت، توجه خود را به بخش تفتیش بیشتر ساخته است. وزارت دفاع ملی به صدها سرباز که بعد از فراگیری تعلیم در بخش‌های تفتیش فارغ شده بودند، اسناد فراغت توزیع کرد. کورس تفتیش به رهبری مقام محترم وزارت دفاع ملی بستر در رسید و ریاست‌های محترم تفتیش وعده و اطمینان می‌دهیم که به خاطر بهتر اجرای کنترل و تفتیش و جلوگیری از فساد از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده. دولت افغانستان تنها 5% مصارف خدمات صحی را پرداخت میکند و متبقی آن از سوی حمایت کنندگان خارجی پرداخت میشود. بودجه انکشافی وزارت صحت عامه که دولت آن را به آن اختصاص میدهد کفایت نمیکند. این وزارت اکنون کار میکند که بودجه را زیاد و همچنان پوشش و کیفیت خدمات صحی را بالا ببرد. سهم دولت افغانستان در بخش مصارف صحی بسیار پایین است که حدوداً 5% محاسبه می‌گردد.
وزارت مخابرات سلسله انتقال اینترنت به مکاتب و پهندون‌ها را آغاز می‌کند. این وزارت به همکاری وزارت معارف در نخست در کابل و بعد از آن مکاتب و پهندون‌های ولایات دیگر را تحت پوشش اینترنت قرار می‌دهد. در نشستی که به مناسبت روز اینترنت مسعود برگزار شده بود، بر کاربران اینترنت انتقاد صورت گرفت که استفاده مثبت از آن نمی‌کند. کوشش کوم موږ ټول خوانځي او پانتونونه دا د انټرنیټ له طریقه وصل کوو. وزیر صاحب معرف سره په ګډه کار کوو. دوی هغه معلومات چې موږ ضرور دي ټول راکړي دي د مکاتب هغه دي. زموږ مسؤلیت دغه دی چې تخنیکي یا د وصل کار وکړو. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. به دلیل آتش سوزی در پاریس پایتخت فرانسه برای 40 تن تلفات جانی وارد شده است. مقامات پاریس میگویند 8 تن جانهایشان را از دست دادن و 30 تن دیگر زخمی میباشند. مقامات گروه های آتش فشان میگویند یک آپارتمان در منزل 8 آتش گرفت که توسط آنان خاموش گردید. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که آتش از منزل 8 از کلکین ها بلند می شود. تا اکنون دلیل این آتش سوزی مشخص نشده است و مقامات میگویند که در این خصوص تحقیقات خود را آغاز نمودن. این آتش سوزی بعد از آن رخ می دهد که چند ماه قبل در شهر پاریس در یک منطقه مرکزی در یک آپارتمان به سبب آتش گرفتن گاز رخ داده بود که در آن 4 تن کشته شده بود. امریکا در پیوند به ایجاد مخفیگاه‌های امن کدام پلان را ارائه نکرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید 3 ماه قبل با دونالد ترامپ تعهد نموده بود که در سرحد سوریه مخفیگاه‌های امن ایجاد می‌کند، ولی تا اکنون معلومش نیست. رجب طیب اردوغان در جریان صحبت با پارلمان ترکیه گفت به تعهد خود پابند می‌باشد، ولی حوصله وی دیگر تمام شده است. اردوغان افزود که ترکیه به هر قیمت در سرحد خواهان مخفیگاه‌های امن می‌باشد و ترامپ باید موقف خود را مشخص بسازد. ترکیه به دلیل در سرحد سوریه خواستار ایجاد مخفیگاه‌های امن می‌باشد تا کشور خود را از تهدیدات احتمالی نجات بدهد. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می‌رسد. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.